رژیم از هفته ها قبل برای نمایش ورشکستهش در روز قدس تدارک میدید و دم از وحدت همه مسلمین جهان میزد. اما در داخل خودش این نمایش به صحنه بروز شکاف در رأس نظام تبدیل شد. گزارش کوتاهی را در این زمینه ببینید. در نمایش های حکومتی روز قدس بیرون زدن بیراه حلی نظام بر سر مذاکره با آمریکا و بنبستش در برجام و همچنین دعوا بر سر تقسیم تقصیر این بنبست بار دیگر از همگسیختگی درون نظام را به نمایش گذاشت. در تهران آخوند صدیقی گفت: اما مسئله مذاکره با آمریکا، خب در سال 92 زمزمه مذاکره شروع شد و عده‌ای رفتن نشستن صحبت کردن رفت آمد، علی‌رغم هشدارهای خیلی صریح و شفاف مقام معظم رهبری که به دشمن اعتماد نکنید، از دشمن تضمین بگیرید، به لبخندهای اونها فریب نخورید. قضیه فرجام بدون هیچ تضمینی انجام شد و مسئله مذاکره فلسفهش لغو تحریم بود، اونم همه تحریم، شعارها، سخنرانیها، میتینگها، چقدر سر و صدا کردن لغو همه تحریمها. خب کو نه لغو تحریم شد، بلکه تحریمهای بعدی هم در زمان اوباما هم اضافه شد و این اروپاست که باز همون راه رو میرود. معامله نفتی هم با ما نکردن. آخوند جلاد رئیسی سردشخیم قضایی خامنه ای نیز در نمایش حکومتی روز قدس تقصیرات بنبست نظام در برجام را به گردن باند رقیب انداخت و از جمله گفت: چقدر رهبری حکیم ما فرمودند من به اینها اعتماد ندارم، ولی بعضی ها گوش نکردند، تا تجربه کردند فهمیدند نه آقا درست میگفتند. رهبری حکیم و فرزانه ما فریاد زدند من به اینها اعتماد ندارم، بله اینا میان امضا میکنند، اما چند سالی رئیس جمهور دیگه میاد تو امریکا، رئیس جمهور نادان بیخرد، میگه کی گفته که این قرارداد امضا بشه؟ میگن آقا ایران اسلامی به تعهداتش عمل کرد، ما پیش پرداخت کردیم، تعهدات عمل شد. میگه باشه عمل شده باشه. ببینید جریان تاریخ داره تکرار میشه. در قم آخوند عرافی با ضد و نقیض‌گویی مذاکره را با دست پس زد و با پا پیش کشید و از جمله گفت: حالا این روزها گاهی هم عقب هم نشستید، خیلی بیش از این باید عقب بنشینید. شما گرگ‌های مخملی هستید که از یک سو شاخ و نشان میکشید و چماق نشان میدهید، از سوی دیگر درخواست مذاکره میکنید. میدونید مذاکره کیه؟ میدونید منطق مذاکره با چه کسانی است؟ منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین رژیم در نمایش حکومتی روز قدس در قزوین سوز و حسرت رژیم از اجرای نشدن برجام را به نمایش گذاشت و گفت: من در یک مقاله کوتاه نوشتم که این حرفی که به ظاهر ساده ترامپ زده، حرفی است که در سال 1382 آمریکایی‌ها با طراحی مجاهدین علیه نظام مطرح کردند که به دنبال سلاح هسته‌ای است. 12 سال علیه ما تبلیغات ایجاد کرد که نظام دنبال بمب است. در طول این 12 سال فتوای رهبری را داشتیم، مذاکرات فراوان را داشتیم در 3 دولت و بالاخره شد برجام. و الان 4 سال است که این برجام را نگذاشتند عملیاتی بشود، یعنی به تعهدات خودشان در برجام عمل نکردند. پاسدار سعید جلیلی هم در مشهد ضمن شهر کشاف از پروسه مذاکرات رژیم تلاش کرد خودش و خامنه ای را در ببرد و به باند روحانی حمله کرد و با نمایش شکاف در رأس نظام از جمله گفت: برخی کسانی که پیاده نظام آمریکا هستند که میگویند خب آقا این دوتا مذاکره و نه به جنگ چه اشکالی دارد؟ من سوالم این است که آمریکا چه رفتاری باید انجام بدهد؟ این را تعریف کنند کسانی که میگویند آقا گفتگو چه اشکالی دارد؟ چه رفتاری باید انجام بدهد که شما بگویید بله اگر این رفتار را انجام داد دیگر گفتگو بی‌معنی است که نکرده است؟ تا الان چه اقدامی میتوانست بکند که نکرده است؟